سلام، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. این هفته نگاهی داریم به چشمانداز رابطه بیگفتگوی ایران و آمریکا، حالا که فرصت 74مین مجمع عمومی سازمان ملل هم بی استفاده ماند. ماها بسیاری منتظر فرصت دیدار در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل بودند. حتی امانوئل مکرون فرانسه و بوریس جانسون بریتانیا در حاشیه سعی کردند آقای روحانی را راضی کنند که فرصت گفتگو را از دست ندهد. آقای روحانی اما در سخنرانیش و همینطور در مصاحبه خبری با فاکس نیوز گفت، نقل به مضمون، دیدار سرپایی و در راه رو لازم نیست، اگر تحریم ها را بردارند مستقیم گفتگو میکنیم. روز بعد از سخنرانی آقای روحانی در نیویورک که مجموعه‌ای بود از هشدار به کشورهای منطقه، انتقاد از حضور آمریکا در منطقه و تکرار این نکته که کشورش حاضر نیست بدون لغو تحریم ها گفتگو کند، آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفت باید به کلی از اروپایی ها قطع امید کرد. قطع امید از باقی ماندگان غربی برجام چه گزینه هایی برای تهران و واشنگتن باقی میگذارد؟ برای این بحث مهمانانی داریم. مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا از همین شهر با ماست، و علم صالح، استاد سیاست خاورمیانه دانشگاه لانکستر از همین شهر همراه ماست. خوش آمد میگم. ما مهمانان دیگری هم دعوت کردیم، به محض اینکه ارتباط ما با اونها برقرار بشه به بحث دعوتشون میکنیم. اما بگذارید از شما شروع کنم آقای نوربخش. نظرتون راجع به این حضور دیپلماتیک ایران در نیویورک چه هست؟ به نظر شما هدفهاش تامین شد؟ ولی من فکر نمی کنم. آقای روحانی حرف نظام رو زد، نه حرف یک دولت انتخابی متحد به مردم. وقتی که آقای روحانی ادعا می کند که صحبتش اینه که راه حل نهایی صلح و امنیت در خاورمیانه دموکراسی در خارج کشور هست و دیپلماسی در خارج، هیچ کدوم از اینها به هر بار برای ایران تا به حال یک سیاست واقعی به یک تعبیری نبوده دیگه. حالا لحنهای مقداری در مورد دیپلماسی خارجی در این سفر آقای روحانی عوض شده، ولی کن ایران مشکل زیادی و پرداختن و بعدا به هر بار اون صحبت کردن خارج کشور، اینه که به نظر من مشکل برای ایران حل نشد و زدن تأسیسات نفت در عربستان سعودی کار رو برای ایران بسیار مشکل تر کرد، خصوصا به این تعبیر که کشورهای مثل انگلیس، فرانسه و آلمان هم ایران رو مسئول این حملات می‌دونن. به هر حال من فکر نمی‌کنم که در نیویورک مشکلی متأسفانه حل شد، و صحبتی هم که الان جدیداً رهبری انقلاب کرده که بعد از اروپا هم قطع امید کرد، این بر حجم مشکلات کشور ما افزوده خواهد کرد. اجازه بدین خوش آمد بگم اینجا. مجید تفرشی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و پژوهشگر تاریخ هم به ما پیوستند. خیلی خوش آمدید آقای تفرشی. آقای علم صالح، نظر شما و برداشت شما از این حضور دیپلماتیک ایران در نیویورک چی هست؟ به نظر شما به خصوص اگر در واقع نشست‌های خبری و مصاحبه‌های آقای روحانی رو هم در حساب بیاریم، آیا هدف ایران تامین شد؟ به نظر من انجام ندادن یک مذاکره بسیار بهتر از اجرای مذاکره‌ایه که حتما با شکست مواجه میشه. بدون شک با نبودن توازن قوا و نبودن دو ذهنیت یا مفاهیم مشترک بین دو طرف، این مذاکره به هر شکلی که میخواست انجام بپذیره مطمئنم با شکست مواجه میشد. ما از طرفی آقای ترامپ رو داریم که ذهنیتی تجاری به موضوع داره، ایشون معتقده که همه چیز با یک دست دادن شروع میشه. در طرف دیگه آقای روحانی رو داریم که به موضوع بسیار سیاسی نگاه میکنه و ایشون معتقده که همه چیز میتونه با یک دست دادن یا چند تا عکس یادگاری تموم بشه. این یک مذاکره فقط موقعی به نتیجه میرسه که یک توازن قوا یا
توازنی بین قدرت‌های چانه‌زنی بین دو طرف موجود باشه و از طرف دیگه هر دو طرف مفاهیم مشترکی و تعریف مشترکی از مفاهیمی که میخوان به کار ببرن رو داشته باشن. معادلات منطقه‌ای به هم ریخته. قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی آمریکا در معادلات و در معماری امنیت سیاسی منطقه آنچنان از قدرت اجرایی بالای دیگه برخوردار نیست. اون خاورمیانه‌ای که آمریکا میشناخت در 50 سال گذشته تغییر کرده. ما دیگه الان از مرزهای سیاسی فرا رفتیم، به مرزهای هویتی و ایدولوژیکی وارد شدیم که ایران تونسته به خوبی از این خلأ ایدولوژیک و سیاسی امنیتی استفاده کنم. نوع دیگه صفحه جدیدی که در خاورمیانه باز شده که باز دوباره قدرت چانه‌زنی آقای روحانی رو بالا برده اینه که دیگه جنگ‌های کلاسیک و سنتی در کار نیست. ما داریم با جنگ‌های پهبادی، با جنگ‌های فرامرزی، با مؤسسه‌ها و گروه‌های غیر دولتی بسیار قدرتمندی که در منطقه بازیگرهای اساسی و جدی هستن، مثل هشت شعبی، مثل حزب الله، مثل حوثی ها مواجه میشیم که کار رو برای آقای ترامپ بسیار دشوار میکنه و این رو آقای روحانی خیلی خوب میدونه. آقای تفرشی، ظاهرا آقای روحانی ولی صحبتشون یک جمله هست که دائم همین رو تکرار میکنن، میگن اسمشو گذاشتن تروریسم اقتصادی، میگن وقتی اقتصاد ایران رو به این شکل آمریکا تحت فشار گذاشته و تحریم میکنه حاضر نیستیم گفتگو کنیم. آیا به نظر شما این استراتژی هست که جواب میده برای ایران؟ ببینید، یک سوال این است که این استراتژی جواب میدهد یا نه. یک سوال این است که آیا اساساً بر اساس منافع ملی و به خصوص منافع راهبردی ملی در این شرایط مصلحت هست که گفتگوی صورت بگیره یا نه. من برای شما یه مثال میزنم. در آغاز دور اخیر تحریم ها، تاکید میکنم دور اخیر تحریم ها، به خاطر در واقع ما قبل آخر تحریم ها در زمان آقای احمدی نژاد، چون به دروغ رسانه های بین المللی مدام میگن که تحریم ها از زمان برنامه هسته ایران شروع شده. تحریم های ایران از چند روز قبل از پیروزی انقلاب شروع شده، نه حتی از پیروزی انقلاب، از صد و بدرک چه من سالهاست دارم روش کار میکنم. ولی در دور ما قبل آخر تحریم ها، وقتی که کمپانی شل به ایران بدهی داشت و میخواست بدهیشو جوری غیر از پول بر اساس کالا به ایران تحویل بده، همین مؤسسه یانی که امروز و دیروز و پیروز در نیویورک اون افتضاح سیاسی رو در مورد ایران به بار آوردند، بیانیه دادند و که کمپانی شل حق ندارد به ایران گندم بدهد به جای پول نفتی که به ایران بده کار است، برای اینکه این گندم ممکن است مردم ایران رو مقدار راحت بکنه و از فکر رژیم چنج و سرنگونی جمهوری اسلامی خارج کنه. به نظر شما این تروریسم اقتصادی نیست؟ تروریسم اقتصادی یعنی اینکه شما مردم رو هدف بگیرید، بیماران رو هدف، گرسنگان رو هدف بگیرید. بحث اینه که شما به عنوان رئیس جمهوری مملکت مسئول مردم خودتون هستید. بله. و شما باید از در مقابل هر در واقع مسئله خارجی، هر نوع حمله خارجی، شما مسئول هستید که از این مردم دفاع بکنید. آیا استراتژی دولت آقای روحانی و کلا حکومت ایران در این مدت تونسته این رو فراهم بکنه؟ ببینید، این استراتژی نیست، این تاکتیکه. استراتژی طبیعتاً با صلح و گفتگو و دیپلماسی حل میشه، ولی وقتی که طرف مقابل کسانی در تیمش وجود داشته و داره که اونا استراتژیشون همکاری با دشمن با دشمنان ایران و ایران ستیزان، از آقای جولیانی گرفته تا آقای بولتون تا خود آقای پومپو و آقای دیگرانی برایان هوک و دیگران، و اینا کمر به قتل نه تنها حکومت و نظام بلکه منافع ملی ایران و مصلحت مردم گذاشتن. با بدترین و بدنامترین دشمنان ایران دارن همکاری و همصدایی میکنن برای اینکه مردم رو بلایی به سرشون بیارن که روزی احتمال دارد بریزن تو خیابونه برای اینکه جمهوری اسلامی سلیم کنه. برای اینجا مصلحت ملی وجود نداره. در این شرایط شما شرط برای مذاکره مهیا نیست طبیعتا. آقای روحانی شما میشناسید، من بهتر از شما میشناسم که حتما قصد مذاکره داشته و داره و دیپلماسی حرف اول آخرشه. آدمی که کار استراتژیک میکنه قائل به مذاکره است. منتها شرایطی که در دنیا پدید اومده، به خصوص آقای ترامپ به خاطر اون روحیه و عقده اوباما ستیزی که داشته از روز اول و از روزی که اومد و گفت میخوام برجام رو به هم بزنم، خب طبیعتا این با مذاکره رو میبنده و میبره رو مسائل حاشیه‌ای که در واقع شرایط رو سخت‌تر میکنه. این شرایطی که اخیرا برای هیئت ایرانی پیش اومده برای ویزا ندادن که پارسال هم البته وجود داشت با تاخیر و امسال خیلی سریع‌تر بود، یا حملات شخص
شخصی که با آقای ظریف و آقای روحانی میشه، اینا نشونه اقتدار امریکا نیست، نشونه ضعف امریکا در مقابل دیپلماسی ایران. بذارید من الان خوشحالم که بگم که آقای آرش آرامش، پژوهشگر امنیت ملی، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی همراه ما هستن. آقای آرامش خوش آمدید به برنامه، امیدوارم صحبت ها رو شنیده باشید. آقای تفرشی اینجا معتقدند که این نشانه ضعف آمریکاست، این شیوه رفتار با ایران نشانه ضعف آمریکاست. نظر شما چیه؟ بعد از به کار آمدن دولت جدید، این دولت آقای ترامپ، کلا ممکنه که سیاست ها و منافع کلی ایالات متحده عوض نشده باشه، اما روش ها و رفتار عوض شد. خیلی از راه هایی که آقای اوباما و دولت های سابق ایالات متحده استفاده می کردن برای ائتلاف سازی و در مجموع آوردن فشار به جمهوری اسلامی برای تغییر روش هاش، چه حالا از لحاظ سیاست منطقه‌ای، چه سیاست هسته‌ای و چه سیاست حقوق بشری، زمان آقای ترامپ عوض شد. آقای ترامپ آمد به قول معروف به اصطلاح فارسی شمشیر رو از رو بست و کسانی که دوره برای ایشون بودن به مراتب در این زمینه تندروتر شدن و شدن و شدن، تا اینکه خود آقای ترامپ اعلان کرد که نه خیلی مایل به جنگ نیست. من اینو از سر موضع ضعف یا قدرت نمیبینم، اینو من از میبینم که منافع استراتژیک ایالات متحده هم به صورت دور مدت هم به صورت کوتاه مدت، دراز مدت و کوتاه مدت، در مسیر به قول معروف شاخ به شاخ و تصادف است با آنچه که یک نظام ایدئولوژیک و انقلابی مثل جمهوری اسلامی در منطقه میخواد داشته باشه. به صورت دوتا کشور، یعنی ایالات متحده و ایران به عنوان یک کشور، منافع مشترک بسیار اتفاقا در منطقه دارند، ولی این حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هست. آقای آرامش بذارید ما بحث رو مصداقی پیش ببریم. الان امروز آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرده که ایران غنی‌سازی هسته‌ای که در برجام ممنوع شده بود رو آغاز کرده. هدف آمریکا اصلا از شروع تحریم‌ها، از آغاز از تحریم‌های دوره پیشین تا کنون این بوده که ایران رو از نزدیک شدن به اهداف هسته‌ایش دور بکنه. حالا ایران میگه ما هرگز دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، آمریکا و متحدانش میگن هستن. شما آیا فکر می‌کنید که اون چه که آمریکا ظرف یکی دو سال اخیر کرده، ایران رو از سلاح هسته‌ای و در واقع برنامه هسته‌ای دور کرده یا نزدیک‌تر کرده؟ به نظر من برجام با 1001 ABM که داشت، در هر صورت یک قرارداد، یک معاهده چند جانبه‌ای بود که باعث می‌شد که جمهوری اسلامی رو لااقل از در میان مدت از دستیابی به تکنولوژی سلاح هسته‌ای دور نگه می‌داشت. حالا چه می‌خوایم، چه بالاخره یک قرارداد جام و مانعی نبود، اشکالاتی داشت، ولی اون رو یک شب دور ریختن و پاره کردن هم بدون هیچ جایگزین مناسبی براش کار مناسبی نبود. الان مسئله اینه، بگم باز مسئله اینجا گرایشات ایدئولوژیک نیست. جمهوری اسلامی برای بقا و برای اینکه بیمه داشته باشه دنبال تسلیحات هسته ایست. از اون طرف بخاطر اینکه فشارهای بین‌المللی تحت آقای اوباما بسیار زیاد شد، جمهوری اسلامی با زانو به خاطر فشار به سر میز مذاکره کشیده شد. ولی این به قول معروف مذاکره کردن و به قول معروف از دست دادن یا سر مسئله برجام رو امضا کردن، این پوانی بود که هم به جمهوری اسلامی یک به قول معروف مسیر بقایی داد و از اون طرف هم خیال دولت‌های غربی و در رأس اون آمریکا هم خیالشون رو راحت کرد که ایران تا موقعی که با بازرسی‌ها و با مفاد این قرارداد همراهی میکنه خطر مهمی ازش سر نمیزنه. مثلا الان اینجاست که آقای ترامپ یک طرفه از این معاهده بیرون کشیده و از اون طرف هم سردمداران در جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر و بیشتر به قول معروف دوست دارن که فوت بکنن در این هیزم این آتش و رأس نظام بارها گفته مذاکره سم است و اینها هم نه فقط به مسئله برجام بلکه برمیگرده کلا به ریشه تاریخی نه فقط آقای خامنه‌ای بلکه بسیاری از دستنکار نظام که غرب ستیز و در رأس اونم آمریکا ستیزن. ولی دو نکته رو خیلی سریع نباید فراموش کرد. یکم بحث هسته‌ای برای ایران همیشه بحث امنیتی بوده. جمهوری اسلامی میخواد برای خودش برگ بیمه بخره. موقعی که همچین تسلیحات هسته‌ای داشته باشن دیگر از هیچ خطر نظامی نمی‌ترسن. و دوم اینکه خصوص تو اون منطقه همه دولت‌ها تو اون منطقه درگیر این فانتزی دست کم هستن. من نه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هم نه سخنگوی هیچ کدوم از دولت‌های دیگه در منطقه. من اون کشوری که از همه بیشتر با سیاستش آشنام و با سیاست نظامی و دفاعیش آشنام ایالات متحده است. حالا اینکه اسرائیل داره یا پاکستان داره یا عربستان میخواد یا آقای اردوغان میخواد، به نظر من هیچ کدومشون نباید داشته باشن. ولی میگم من هیچ تو منطقه‌ای که اینقدر پرتلاطم هست و اینقدر ارزم بزرگ شما استکاکات زیاده و طرفین بعضی موقع به دنبال نابودی یکدیگر هستن، تسلیحات کشتار جمعی اینطوری
به خصوص دست حکومت های انقلابی خطرناکه، ولی میگم من نه سخنگوی جمهوری اسلامی نه هیچ کدوم از کشورهای منطقه. البته من اینو با اشاره به صحبت آقای اردوغان میگم که او بود که گفت که این اگر سلاح هسته‌ای هست همه باید داشته باشن. آیه سالم بذارید از شما یه چیزی رو بپرسم. ما الان بذارید صحبت های آقای روحانی رو بشنویم. در این نشست خبری که همین یک دو ساعت پیش برگزار شد، آقای روحانی چیزی میگه که جالب هست، اشاره است به وضعیتی که الان با اروپایی ها هست. بشنویم چه میگه. البته رئیس جمهور فرانسه ماهاست در تلاش هست تا برای این مشکل راه حلی پیدا کنه. ما با هم دو تا راه حل رو پیش می بردیم، راه حل اروپایی و راه حل آمریکایی. در راه حل اروپایی به توافقاتی رسیدیم و در شرف اجرا بود، اما اونها گفتن که به یه نوعی ما باید موافقت آمریکا رو هم برای راه حل اروپایی اخذ کنیم. بنابراین اونها این مشکل رو خودشون دارن، به ما ارتباطی نداره. البته همیشه آقای مکرون این خط رو هم دنبال میکرد که مشکل بهتر اینه که بین ایران و آمریکا حل بشه. ما هم همیشه همین حرف میزدیم که الان من در این جلسه هم گفتم که آمریکا پیش شرط رو باید برداره و اگر از پیش شرط رو برداره، خب اون وقت زمینه آماده میشه برای یک شرایط جدید و میشه برایش فکر کرد. بله، در این جلساتی هم که در نیویورک داشتیم باز هم این گونه مباحث مطرح بوده. من نمیخوام بگم هیچ وقت این طرح به نتیجه نمیرسه، اما فعلا تو این سفر به نتیجه نرسیده. البته مسیرهای دیگری هم غیر از مسیر فرانسه وجود داره، اونا هم دارن روند کار خودشون رو دنبال میکنن. بخشی از نشست خبری آقای روحانی بود هم یکی دو ساعت پیش در نیویورک. آقای ساله، نظر شما چی؟ آیا واقعا میشه گفت که طرح آقای مکرون به شکست روبرو شده در این مرحله؟ آقای روحانی به نظر میاد که هنوز یه ذره خوشبینه. به نظر من دو نکته در این موضوع کاملا قابل توجهه. اول اینکه اروپا خیلی ضعیفه که بتونه جایگزینی باشه برای اقتصاد و قدرت و سلطه آمریکا در مورد ایران. دوم اینکه آقای ترامپ، اگر گفتمانش رو مورد بررسی قرار بدیم، متوجه میشیم که میخواد اعتبار به میز مذاکره کشوندن تهران رو خود شخصا به عهده بگیره یا به دست بیاره، چون که ما میدونیم که آقای ترامپ در دو سال اخیر هیچ دستاوردی در سیاست‌های خارجیش نداشته و این میتونه تنها موضوعی باشه که شخصا بتونه تهران رو پای میز مذاکره بکشونه و به عنوان یک پیروزی ازش در انتخابات در پیش رو استفاده کنه. ولی آقای ترامپ به این موضوع فکر نکرده بود وقتی که از برجام خارج شد که حق انتخابش خیلی کم خواهد بود اگر ایران تسلیم نشه. آمریکا نمیدونست که نمیتونه وارد جنگ با ایران بشه به سه دلیل بسیار استراتژیک عمیق. اول اینکه آمریکا هیچ وقت نمیتونه وارد جنگ‌های طولانی بشه و جنگ با ایران طولانی خواهد بود. دوم اینکه نمیتونه وارد جنگ‌های نامحدود جغرافیایی بشه و ایران میتونه این جنگ رو نامحدود از دریای مدیترانه به دریای عمان بکشونه. و سوم اینکه آمریکا فقط میتونه وارد یک جنگ کلاسیک بشه با یک سری اهداف محدود، در حالی که ایران هیچ الزامی برای بر خود نمیبینه برای وارد شدن در یک جنگ محدودی که دستش باز نباشه برای هر کاری که اگر بخواد انجام بده بر علیه دیگران. صحیح. آقای نوربخش، میخوام نظر شما رو هم راجع به این بپرسم. میدونم که آقای آرامش میخوان راجع به صحبت کنن چون سرشون رو تکون میدادن، ولی برمیگردیم بهشون. آقای نوربخش، الان مدتی هست که اقداماتی در منطقه صورت میگیره که حالا ایران میگه کار ما نبوده، کشورهای دیگه میگن کار ایران بوده، ولی آمریکا هیچ کاری براش تا حالا نکرده، یعنی برخوردی که بسیاری انتظار داشتن نکرده. این چه پیامی به دولت ایران میده؟ آیا این پیام رو به دولت ایران نمیده که آمریکا به همین دلایلی که حالا آقای سالم بهش اشاره کردن جرأت ورود به یه جنگ دیگر نداره، بنابر این دست ایران باز هست برای این اقدامات؟ حالا من با این موافقم که آمریکا نمیخواد وارد
کنش نظامی و ایران بشه. من با این موافق نیستم. ببینید در آمریکا اینجوری باید فکر کرد. آقای ترامپ اگر چه خودش نمیخواد وارد یک جنگ با ایران بشه، اما فشار از جمهوری‌خواهان روی دولت ترامپ بسیار بالاست. همین هفته پیش که پیش بود که آقای لینزی گرام صحبت کرد که اگر آمریکا در حمله اولی که ایران به پهباد آمریکایی کرد عکس العمل از خودش نشون داده بود، این حمله دوم صورت نمیگرفت. به هر بار ایران مسئولیت این را قبول نکرده و نبعدم خیلی دلخوش به این بود که آمریکایی‌ها وارد یک جنگ با ایران نمیشن. تا به حال به نظر من سه تا دلیل هست که آمریکایی‌ها وارد جنگ با ایران نشدن. دلیل اول اینه که حمایت اروپا را ندارن. اروپایی در و چرا اروپایی بیشتر کوشش دارن میکنن که این رابطه رو به ایران ترمیم بکنن، رابطه آمریکا رو، به خاطر که اونها هم از جنگ میترسن نه از کارهایی که ایران داره انجام میده. جنگ هم به سه دلیل، اروپایی تا الان حمایت نکردن از آمریکا، مسئله اول. مسئله دوم این که اروپایی بسیار نگران هستن که جنگ که در خاورمیانه شروع بشه پایان اون معلوم نیست به کجا در حقیقت بکشه. و سوم سیل مهاجرین هست به کشورهای اروپایی که با یک چالش بزرگ اروپا رو روبرو میکنه، و بازار انرژی. اینا همش به هر بار مسئله مهمه. اما یه چیزی که من اینجا میخوام مطرح بکنم و از دوستان سوال بکنم، مشکل امروز ایران ما فقط مشکل با دولت ترامپ نیست. 44 سال بعد از انقلاب ایران مرتب داره تحریم میشه و ما باید مشکلات ایران رو در درون خود کشورمون ارزیابی بکنیم. ببینید من یک مثال برای شما میزنم. آقای ترامپ از اول سال 2017 اومده سر در حقیقت قدرت ریاست جمهوری در آمریکا، در می 2018 از برجام خارج شده. مرتب در طول سالهایی که داشت به اصلاح تبلیغات میکرد برای کاندید شدن خودش و در طول این یک رکانیم سال مرتب میگفت از برجام دارم خارج میشم. دولت ایران روز اعلام میکنه که اگه آمریکا به برجام وارد بشه، رهبری هم این حرف رو میزنه. ما با آمریکا مشکل میکنیم. سوال اساسی من اینه که چرا در طول این یک و نیم سال دولت ایران آقای ترامپ رو جدی نگرفت؟ ترامپ یک شخصیت کی میگرفت آقای نوربخش؟ در اون موقع واقعا کی فکر میکرد که آقای ترامپ رئیس جمهور بعدی خواهد شد؟ بسیاری فکر نمیکرد. من از ابتدای انتخاب ترامپ رو دارم میگم تا می 2018. ببینید قبلش نمیگم. اول 2017 اومده سر قدرت تا می 2018 که از برجام خارج شده. مرتبم تهدید میکرده که ما از برجام بخوایم بریم بیرون. چرا دستگاه دیپلماتیک کشور ما ترامپ رو در حقیقت جدی نگرفت؟ در حالی که ما میدونستیم ترامپ یک شخصیت متزلزله، ترامپ بسیار به اسرائیل نزدیکه، ترامپ بسیار به عربستان سعودی نزدیکه. ما میدونستیم که اگه ترامپ سر کار بیاد و از برجام بیرون بره، دشمنی ها در درون منطقه شدت میگیرن. اینه که مشکل ما دوستان بر نگردن فقط به ترامپ، مشکل ما به درون کشور خود ما برمیگرده و ما بعد این مشکلات رو درون کشور خودمون ارزیابی بکنیم. به خاطر همینم اعلام کردم آقای روحانی بیشتر توی اقتصاد ملت صحبت میکرد، حرف نظام رو میزد، حرف مرد ایران رو نمیزد. ما ترامپ رو میشناسیم مشکل، و شما فکر بکنید دو تا قدرت نابرابر الان در مقابل هم قرار گرفتن. آمریکا میتونه برای چندین سال دیگه هم فشارها روی ایران بگذاره و ایران رو از پا در بیاره. دوستانی که میگن وقت نیست یا وقت مساعد، منم با در حقیقت مذاکرات بدون قید و شرط هرگز موافق نبودم و موافق نیستم، و میدونم با دولت ترامپ مذاکره کردن کار بسیار راحتی نیست. اما شرایط ما رو ببینید و شرایط آمریکا رو ببینید. ما در شرایطی نیستیم که از فرصت ها نتونیم استفاده بکنیم یا نکنیم. یک بار از متوجه آقای نوربخش. اجازه بدید من از همکارانم خواهش بکنم که صدای شما رو هم اگه ممکنه درست بکنن، چون صداتون قطع و وصل میشه. آقای تفریشی، صحبت آقای نوربخش رو شنیدین؟ میگن آمریکا، ترامپ آدم سختی هست، از آغاز مشخص بوده سخته. چرا دستگاه دیپلماسی ایران به موقع وارد کار نشده؟ به نظر شما چرا نشد؟ ببینید مراسبات ایران آمریکا به طور کلی و به خصوص در 4 دهه اخیر آکنده از سوء محاسبه بوده. به همون دلیلی که دستگاه دیپلماسی و دستگاه سیاسی ایران آقای ترامپ رو جدی نگرفته قبل از انتخابش و بعد از انتخابش، و مطمئن بودند که
آقای ترامپ از برجام خارج نمیشه. نه اونا مطمئن بودن، اتحادیه اروپا مطمئن بود. من خودم از یک مقام موثق با یک واسطه از خانم موگرینی برای شما نقل میکنم که از تا دو سه ساعت قبل اطمینان داده بود آقای ترامپ به خانم موگرینی که ما خارج نمیشه به خانم الگایش می. یعنی هیچ کس پیش بینی نمیکرد، نه فقط دستگاه دیپلماسی ایران. از اون طرف هم این سوء محاسبه هست. یعنی دولت آمریکا مطمئن بود که به سرعت بعد از خروج از برجام، برجام اصلا میپاشه و ایران به زانو در میاد و همه چیز ظرف چند ماه به پایان میرسه. حالا یا عمر رژیم یا عمر به اصطلاح آمریکا ستیزی در ایران. و این هیچ کدومش به واقعیت نپیوسته. مسئله اینه که در دو سوی روابط ایران و آمریکا یه عده آدم‌های نشستند با دیدگاه‌های مختلف ولی با اپروچ‌های یکسان رو کرده یکسان. کسانی که معتقدند در ایران که هر گونه مذاکره با غرب یعنی پایان انقلاب از جهت سیاسی ایدئولوژیک مخالفن، کسانی که معتقدند هر گونه ارتباط با آمریکا و غرب یعنی ادامه وضع جناح حاکم و بنابراین جناح حاکم باید بره کنار و ما باید بیان با آمریکا مذاکره کنیم چون اکسیر جاودانگی است، و کسانی که به اصطلاح از این رو منفعت اقتصادی دارن، کاسبان تحریم هستند و اینا سلاسه مخالف بوده. در آن سوی جبهه هم دقیقاً همین ده هستند، کسانی که معتقدند هر گونه گفتگو و مماشات و مصوبه یا معاهده با ایران یعنی بقای عمر جمهوری اسلامی و نباید کرد، کسانی که معتقدند که اوباما باید بره کنار، ترامپ بیاد روکا و بعدی و اونا باید بگم، و کسانی که نانشون در تحریم ایران به جهات مختلف. بنابراین تو این شرایط این مسئله همچنان ادامه داره. سوء محاسبه از یه طرف است، مسئله دیگه مسئله این است که یک سری دبل استاندارد استانداردهای دوگانه و متناقض در موضوع وجود داره. اشاره کردن آقای آرامش که ایران دنبال بمب هسته‌ای است، که ببینید این موضوعی که سالهاست راجعش صحبت شده و سالهاست خلافش ثابت شده. در ایران کسانی هستند که معتقدند که ایران باید به دانش دسترسی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. تعدادشون هم برای اکثریت نیست. یه موقعی البته خیلی دوست داشتن بمب بزنن. حالا دوباره ایران دوباره همین امروز گزارش آژانس هست که ایران دوباره برگشته کاملا این دلیل پرستیژ داره و دلار برای بستن دهن کسانی هستن که ادامه مذاکره رو بر نمی‌تابند. اتفاقا برای ادامه مذاکره است این مسئله. برای این است که امتیاز بیشتری برای مذاکره گرفته بشه. چرا ایران در برخلاف گذشته در روزهای اخیر آقای در هیئت دولت و آقای روحانی اعلام کردن که حاضرن تغییراتی در برجام بدن، حاضرن مسئله انجام بدن. چقدر اونها دقیقاً بحث همین هست، چقدر واقعا میشه به این قول‌ها و حرف‌هایی که آقای روحانی میزنه؟ شما الان اشاره کردید که آقای ترامپ رو بهش نمیشد اعتماد کرد، قابل اعتماد نبود، حرفای زد که اجرا نکرد. حرفای آقای روحانی و آقای ظریف رو هم بسیاری در غرب فکر میکنن که اینا تصمیم گیرنده نیستن. همین امروز بشنویم که آقای خامنه‌ای چی گفت. آقای خامنه‌ای یک بار دیگه داره باز با همون شک و تردیدی که به آمریکا نگاه میکنه به کشورهای اروپایی هم نگاه میکنه. به عنوان میانجی وارد میشن، مذاکره میکنن، تماس میگیرن، تلفن میکنن، حرفای طولانی میزنن، وعده میدن، پوچ، همش پوچ. بعد از همین معاهدات هسته‌ای که راه افتادن اروپایی ها داخل کشور، چند تا رئیس جمهور فلان آمدن رفتن، با ما هم ملاقات کردن. من همون وقت من به چند تا از اینها گفتم به اینا، به همون رؤساشون، همونهایی که آمدن با ما ملاقات، گفتم این رفت و آمدها فایده نداره، عمل کنید. اگر صادق هستید در این که میخواهید همکاری کنید با جمهوری اسلامی، عمل نکردن ملاحظه کردید. و همین تحریم‌های ثانویه‌ای رو که آمریکا ظلماً اجرا کرد، همه اینا پابند اون تحریم‌های ثانویه موندند و علیه جمهوری اسلامی هیچ قدمی بر نداشت. بعد از اینم بنده تصور نمی‌کنم، حالا با احتمالات ضعیفی همیشه هست، نمیشه ابواب احتمالات رو به کلی مسدود کرد، لکن نه، من گمان نمی‌کنم که اینها کاری برای جمهوری اسلامی انجام بدن. ما باید به کلی از اینها قطع امید کنیم. حالا ارتباط، تعامل، نشست و برخاست، رفت و آمد ایرادی نداره، قرارداد معامله خواستن ببندن اشکالی نداره، لکن مطلقا به اینها نمیشه اعتماد کرد. صحبت آقای خامنه‌ای بود امروز. بسیاری در غرب معتقد هستند که اوست که تعیین کننده سیاست خارجی است و اوست که اگر با این نگاه به کشورهای غربی نگاه میکنه واقعا نمیشه با او وارد گفتگو شد. من خودم از کسانی بودم و هستم و دچار این اتهام هستم که همیشه قائل به مذاکره بودم، نه تنها با اروپایی بلکه با آمریکایی. بارها گفتم، نوشتم و تصویری هم پخش شده. ولی واقعیت امری که در از زمانی که برجام تصویب شده
و به خصوص از زمانی که دولت امریکا از برجام خارج شده، بحث اروپایی‌ها خیلی ساده است. ما نمیتونیم به تعهداتمون عمل بکنیم، متاسفانه گرفتار یک متحد بزرگتر به نام آمریکا هستیم، ولی شما به تعهداتتون عمل کنید و هر کاری ما بگیم انجام بدید. این معادله یا خطی ادامه حضور اروپا در برجامه. مثال برای شما میزنم، همین امروز من البته قبلا میدونستم، امروز مشخصا تاییدش گرفتم، هواپیمای ایرانیر به لندن با نصف مسافر میاد لندن به خاطر اینکه با وزن کمتری داشته باشه، برای اینکه دولت بریتانیا اجازه بنزین دادن به هواپیمای مسافر برای ایرانیر نمیده. و این هیچ گونه نه مصوبه شورای امنیت داره، نه مصوبه امریکا داره، نه مصوبه سازمان ملل داره، نه مصوبه اتحادیه اروپا داره. شرکت هایی هستند که حاضر نیستند که با ایران کار کنند. مسئله اون نیست، ایران حاضر بود نقد. مسئله انسانیه، هواپیمای مسافر برای که باش موشک هوا نمیکنن، که به اصطلاح بشقاب پرنده که نیست که. برای امثال این مسئله تو مسئله داری من در جریانم که کاملا دولت آمریکا به دروغ ادعا میکنه که تو دارو ما آزاد میذاریم، ولی یک قرون پولش این ونور نمیذاره بکنه و کمپانی بانک جریمه سنگین میکنه. اروپا تو این شرایط در بدبینانه حال ورژنش اینه که نمیخواهد و نمیتواند، خوشبینانه ترش که میخواهد ولی نمیتواند. در حال نتیجه برای ایران یکیه. من معتقدم که ارتباط با اروپا و مذاکرات با اروپا به هیچ وجه نباید قطع بشود، ولی چاره کار این نیست که شما بشینی به امید اروپاییایی که هیچ کاری نکردند. واقعا افکار عمومی جامعه ما، چه اونایی که در درون حاکمیت هستن، چه حتی مخالف حاکمیت هستن، متوجه هستن که اروپایی‌ها یا نمیخوان نمیتوانند یا میخوان و نمیتوانند کاری بکنند. آقای آرامش، اروپایی‌ها میخواهند نمیخوان نمیتوانند. به هر حال وضعیت برای ایران این هستش که ایران نتونسته برجام رو میوه‌هایی که لازم بوده ازش بچینه و این وضعیتی که الان درش هستیم وضعیتی هست که از شروع برجام هم بوده. فکر میکنید آیا ایران اصلا باید دور این قضیه رو خط بکشه، دور کل کشورهای غربی رو خط بکشه؟ اون سیاستی که به هر حال صحبتش هست، همیشه یک تعداد قابل توجهی از سران ایران فکر میکنن که سیاست چرخش به شرق هست که برای ایران جواب میده، باید بره به سمت اون. من خب باز خدمتتون عرض میکنم در مورد اینکه حال جمهوری اسلامی چه میخواد بکنه خیلی نمیتونم تخصصی نظر بدم، ولی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد از طریق ایالات متحده فشارها بیشتر خواهد شد. ببینید، مسئله ایران مسئله کره شمالی نیست. ایران هم در منطقه‌ای هستش که در اون عربستان سعودی و اسرائیل هستند، متحدین بسیار مهم آمریکا و لابی‌های در ایالات متحده دارن و شهروندان در ایالات متحده دارن که امنیت این کشورها به خصوص امنیت اسرائیل براشون خیلی مهمه. مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط و فقط مسئله یک به قول معروف متحد معمولی مثل کره جنوبی یا ژاپن یا ارزم به حضور شما یک قرارداد یک همپیمان تجاری مثل چین نیست. ایران کره شمالی نیست. بخاطر همین هم است که فشارها و اصطکاکات و بالاخره معضل‌هایی که بوده سر این قضیه شمالی نیست، ولی نمیتونه این کره شمالی بشه. نمیتونه. بسیاری از کشورها هستن خب امیدوارم نشه. نه خیر، خدا نکنه که بشه. خب همین خیلی هم ممکنه امیدوار باشن، ولی بحث این هستش که وقتی که شما یک کشوری رو که اومده آماده مذاکره بوده مذاکره کرده، کشورهای اروپایی نمیتونن، توانش ندارن، حالا به هر دلیل نتونستن. آمریکا گفته این رئیس جمهور جدید اومده سر کار، گفته توافق بعدی بوده، توافق پاره کرده. بسیاری فکر میکنن که سران کشور نیستن. همین الان هم خیلی ها میگن که سران کشور صدمه نمیبینن، مردم هستن که صدمه میبینن و در نهایت هم در سیستم هایی که مثل سیستم ایران کار میکنن که حالا اسمش هر چی بذاریم، بعضی میگن دیکتاتوری، بعضی میگن به هر حال دموکراسی نصف نیمه، ممکنه بتونن سالها ادامه پیدا بکنن بدون اینکه تغییری حاصل بشه. آیا فکر نمیکنید که این ممکن هست که ایران رو ببره به سمت کره شمالی شدن، ببره به سمت سودان شدن، کشورهای نه به خاطر اینکه حمله نظامی در خاطر نخیر، نه به خاطر اینکه اگر به خاطر عرض کردم حضورتون، به خاطر اینکه در منطقه کشورهای مثل اسرائیل هستند و از اون طرف ایالات متحده حساسیت بسیار بیشتری دارد به اون منطقه، قبل از اینکه ایران کره شمالی بشه درگیر نظامی خواهد بود و من این رو خیلی به قول معروف با نگرانی نگاه میکنم که تحلیل جمهوری اسلامی بنابراین است که ایالات متحده از اصطکاک و درگیری نظامی میترسه، ابا داره یا حال ممکنه هزینه داشته باشه به خاطر هزینهش نخواهد اومد. نه، این چیزی هست که این محاسبات به نظر من دارن اشتباه میکنن و از اون طرف هم سطح درگیری ها رو بیشتر میکنن. ولی سر قضیه دانش هسته ای و اینکه بخواهن به مرحله تسلیحاتی برسن، درسته که ایالات متحده با کره شمالی درگیری نظامی نکرد، ولی با ایران به نظر من یک همچین شرط بندی غلطه و برای ایالات متحده قضیه خیلی خیلی حساس تر. این یکم. دوم،
همه حرفایی که شما زدید درست، اومدن مذاکره کردن نکردن همین ها و نشستن، بالاخره آقای ترامپ هم اینجا آمد یک طرفه با بسیاری از انتقادات برجام رو یک طرفه زر زیرش رو پاره کرد، انداخت دور. حالا به صورت مثال از میکنم میگم پاره کرد ولی و ایشون از برجام کشید بیرون، در اون حرفی نیست. ما نمیگیم اینجا حق با کیست حق با نیست، این واقعیت های روی زمین الان این هست. از اون طرف هم من بارها گفتم که آقای و جمهوری اسلامی در آقای اوباما یک موقعیت طلایی و فرصت طلایی میدید و خب به خاطر همین نتونستن آنچه که باید و شاید از اون فرصت طلایی استفاده بکنن. بسیاری از مذاکرات جمهوری اسلامی شدیداً محدود بود به مسائل هسته‌ای، در صورتی که ایالات متحده خیلی بیشتر علاقمند بود به مسائل منطقه‌ای و موشکی و غیر از ذلک هم صحبت بکنه. ولی از اون طرف خب بازم محاسبات در تهران غلط بود که حالا آقای اوباما این قرار داده، شاید نفر بعدی هم بیشتر از این به ما بدهد و غیر از ذلک. به نظر من اون سیاست تنش زدایی آقای اوباما که تا حدی هم کار کرد مؤثرتر می بود و بیمه تر می بود اگر جمهوری اسلامی اون موقع سر میز مذاکره میشست برای مسائل دیگه و یک تعهد معاهده جامعه تر و مانع تر می گرفتن از این قضیه. ولی در مجموع این که فکر بکنید ایالات متحده از هزینش یا از توان نظامیش نداره یا جنگ طولانی مدت هیچ و نه و نگاه کنید اگر فاز بعدی اگر درگیری بشه به خاطر جلوگیری رسیدن جمهوری اسلامی به صلح هسته‌ای یا برای انتقام جویی از حرکاتی که کرده، حمله نظامی زمینی نیست، یک حمله گسترده هوایی است و این زیر ساخت مملکت خواهد زد. یعنی شما از میگم از ژنراتور برق گرفته تا پالایشگاه نفت تا پل تا یعنی زیر ساخت رو خواهد زد که جمهوری اسلامی هم توان نه مقابل مصر داشته باشه. به خاطر همین بحث خیلی خیلی خطرناکی داریم میریم که یک فکر کنیم ایالات متحده به خاطر مسائل داخلیش یا خارجیش یا غیر از ذلک قصد یا جرأت حمله نداره، و دوم این که فکر کنید که ایران اگه بخواد به سمت کره شمالی شدن بره با اون شدت و حدت، و اینجا حرف شما هم کاملا درسته، هدف جمهوری اسلامی بقای نظام است و این وسط متاسفانه فقط مردم بیگناه که له میشن. اجازه بدین ما چون اشاره کردید در صحبتاتون به آقای اوباما بگیم که خب به هر حال در دوره آقای اوباما هم اگه یادتون باشه در یک دوره تحریم‌های حداکثری با حضور و مشارکت کل کشورهایی که الان به هر حال در برجام هم هستند صورت گرفت. چاله پس که الان ایران میگه ما با تحریم پای میز مذاکره نمیایم، چون اون موقع هم با تحریم پای میز مذاکره اومدن. حالا بشنم این صحبت رو. بله اون دفعه اول. بله اون بفهمم. دفعه اولی بود که بالاخره اومدن. یه بار با من همیشه میگم این قضیه، این تمثیل کرت و استکس، این هویج و چماق، حالا به فارسیش مثلا درفش و یونجه رو، خب بالاخره یک بار دو بار سه بار با درفش اومدن سر میز. موقعی که الان مسئله آبروی سیاسی جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای و غیر از ذلک هست، اینه که خب یک بار با درفش داغ آمدن سر میز. مسئله الان اینجاست که این دفعه آقای خامنه‌ای نمیتونه دوباره بیاد سر میز مذاکره بشینه، به خاطر اینکه میگه خب اون بی‌اعتمادی که هست به جدا، به اضافه اینکه میگه خب ما که تحریم شدیم سر میز مذاکره هم آمدیم، حالا دوباره تحریم شدیم، حالا بیشتر از اینا میخوان. به خاطر همین این یک مسئله حفظ هویت و آبروی سیاسی است و بقای نظام. ولی دلیلی که نمیان سر میز مذاکره که یک بار تحریم های سنگین و گسترده بود، فقط این دکتر از تحریم ها صرف تحریم هدف نهایی نیست و نباید هم باشه. تحریم یک وسیله است که طرف مقابل بیارن سر میز مذاکره. خب ولی با این شرط که ایران میگه اگه تحریم باشه ما نمیایم، پس اون هدف رو در واقع بهش نمیرسن. و این به نظر مقصر هر دو طرفن، به خاطر اینکه از طرف آقای ترامپ به جای اینکه بیاد از تحریم اون یک وسیله استفاده کنه، فعلا شده یک هدف میانه هدف. از اون طرف هم جمهوری اسلامی به هر دلیل و بر محاسباتی که داره، حالا آقای روحانی و آقای ظریف در غرب هم خیلی راحت‌تر میدونن اینا به قول من در حد دستن در کار ارشد نیستن در مسئله سیاست نظامی دفاع ایران، ولی از اون طرف هم بالاخره اونهایی که در رأس نظام و در سیاست در مناسک سیاست تصمیم گیری سیاست دفاع سیاسی نظامی ایران هستن، فعلا تخمرغاشون یه سبب گذاشتن که حالا آقای چون ممکن انتخاب نشه بره. یا مقاومت راه حل هست یا اینکه طرف مقابل جرأت جنگ نداره. به نظر من اینا همه محاسبات خطرناکی است، به خصوص در مورد آقای مثل ترامپ که غیر قابل ارزم بزرگ شما پیش بینی رفتارش، و حالا امروز دوباره از سر خوش و از سر سلام و از سر صلح آمد. دفعه بعد هیچ بعید نیستش که ایشون دقیقاً 180 درجه برعکس بره و کار کاملا متقاعد بکنه. صحبت آقای ترامپ رو هم در مجمع عمومی داریم، بذارید اون رو هم بشنویم، راجعش صحبت می‌کنیم. تمام ملت‌ها وظیفه دارند که اقدام کنند. هیچ دولت مسئولی نباید کمک بکنه به آتش ایران برای خون. تا وقتی که رفتار ایران ادامه داشته باشه، تحریم ها لغو نخواهد شد، تحریم ها بیشتر هم خواهد شد.
رهبران ایران یک ملت مغرور رو دارن بدل میکنن به قصه یک کشوری که یک طبقه حاکم مردم رو کنار میذاره و دنبال خودکامگی ها و منفعت خودش میره. برای 40 سال دنیا به حاکمان ایران گوش داده، وقتی شنیده که این حاکمان برای مشکلاتی که خودشون ایجاد کردن به همه حمله میکنند. حکومت ایران شعارهای سنتی مرگ بر آمریکا رو تکرار میکنه، احساسات ضد یهودی رو دامن میزنه. سال گذشته رهبران این کشور گفتن که اسرائیل غده سرطانی هست که باید از بین بره و اونها گفتن که این اتفاق خواهد افتاد. ایالات متحده آمریکا هرگز تحمل چنین احساسات ضد یهودی رو نخواهد کرد. صحبت آقای ترامپ بود، بخش صحبت های او در مجمع عمومی سازمان ملل. آقای سالم، به نظر میاد که آقای آرامش با شما هم نظر نیستند، که شما فکر میکنید که جنگی در کار نخواهد بود. آقای آرامش میگن قابل اعتماد نیست دولت آقای ترامپ، هر لحظه ممکنه هر تصمیم بگیره. بله، ببینید، من قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم یک مثالی به کار ببرم. در زمان صدام سال 2001-2002 به اصطلاح مأمورین سازمان ملل کار رو به جایی کشوندن در عراق که حتی یخچال‌های قصر صدام رو هم گشتن، ولی با این حال بهش حمله شد. و از طرف دیگه هم می‌دونیم که قذافی هم کاملا با غرب وارد معامله شد، تمام به اصطلاح زیرساخت‌های شیمیایی خودش رو تسلیم کرد، تمام غرامت‌ها رو داد، ولی باز هم دیدیم چه سرنوشتی براش رقم خورد. در این حال می‌بینیم که رهبر کره شمالی فقط به خاطر داشتن یک بمب اتم عکس‌های یادگاری می‌گیره و آقای ترامپ ساعت‌ها پرواز می‌کنه. یعنی که باعث می‌فرمایید که سیاست‌های غرب هست که ایران رو سوق میده به سمتی که فکر بکنه که شاید بهترین راه همین است. دقیقاً یک بی‌اعتمادی بسیار ریشه‌ای وجود داره که باعث میشه که ایران تنها و تنها فقط متکی به قدرت خودش باشه. البته این قدرت همونجور که گفتم با برهم خوردن معادلات و معماری امنیتی در منطقه که ما شاهد گروه‌های هویت محور فرامرزی مسلح مخصوصاً شیعه حوثی، هشت شعبی، حزب الله و در سوریه داریم و از طرف دیگه همینجا ازتون یه سوال بکنم. خب فکر نمی‌کنید پس به همین دلیل هست که الان کشورهای اروپایی و آمریکا میگن که مسئله ما فراتر از مسئله اتمی هست؟ همین یکی دو روز اخیر از کشورهای اروپایی شنیدیم دامینیک راب گفته، دیگرانی گفتن که مسئله فراتر هست و بحث منطقه است. قبلا هم شنیده بودیم کاملا. بله، ما با یک معضل امنیتی مواجهیم، یعنی قوی شدن یک طرف یک تهدید محسوب میشه برای طرف دیگه و ضعیف شدن طرف دیگه یک به اصطلاح برد برای طرف دیگه. به همین خاطره که ایران دست گذاشته رو نقاط ضعف غرب در خاورمیانه امروز و اون اینه: یک، تا به حال قدرت‌های غربی با یک شخص حالا نظامی که بر سر قدرت بود در عراق، در سوریه، در مصر، در اقصی نقاط خاورمیانه روابط ایجاد میکرد و کاراشو انجام میداد. در حال حاضر معادلات به شکلی به هم ریخته که ما گروه های غیر حکومتی داریم که بازیگرهای اصلی در منطقه شدن و این باعث شده که یک سردرگمی در معادلات رفتاری. واقعا اینطور هست آقای سالم؟ برای اینکه بسیاری معتقدن اینطور نیست که این گروه ها رأساً عمل میکنند. اینها هر کدومشون رو که اسم بگذاریم گروه هایی هستند که در واقع پراکسی هستند از یک دولتی، حالا یا عربستان یا ایران یا سایرینی، دارند تغذیه میشن و خط میگیرن. بله کاملا درسته. ببینید، جنگ 2003 عراق یک خلاء امنیتی سیاسی در منطقه ایجاد کرد، یک خلاء ایدئولوژیک ایجاد کرد که باعث شد بازیگرانی مثل ایران وارد این خلاء بشن و ازش استفاده سیاسی و امنیتی بکنن برای پیشبرد اهداف خودشون. اما یک چیزی رو من بگم، در زمان اوباما ایران کاملا به نظر من دیدها رو به طرف پروژه اتمی خودش پیش برد، یعنی توجهش رو به اون بر به اصطلاح متحول کرد، در حالی که به شدت داشت روی جنگ‌های موشکی و پهپادی که جنگ‌های بسیار بسیار سخت‌تر و
مشکل تری خواهند بود در آینده در خاورمیانه به اصطلاح روشون به قدرت داشت کار میکرد. و نتیجهش هم ما دیدیم در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو، سه پیام ایران به کل خاورمیانه رو فرستاد که یک، نه فقط اینکه سلاح‌های پیشرفته آمریکایی قابل اعتماد نیستند، بلکه خود سیاست‌های آقای ترامپ هم قابل اعتماد نیست. الان دو هفته گذشته، هنوز که هنوز اعلام نکرده عربستان که این حمله از کجا بوده، و این خود به خودی خود بسیار معنا داره. و نکته بعدی اینه که قبلا هم گفته بعضی از کارشناسا میگفتن که ایران نمیتونه کاری بکنه، ایران حتی نمیتونه تنگه هرمز رو ببنده. الان ایران نشون داده که با استفاده از پروکسی های خود، جنگ های نیابتی، تونسته نصف صادرات نفت عربستان سعودی رو زیر سوال ببره، و این کار رو به راحتی از طریق همین پروکسی های خود در منطقه میتونه به اصطلاح شدت بیشتر ببخشه. این یک پیش درآمدیه برای وارد شدن به مذاکره، چون که تنها راهی که ایران میتونه در مذاکرات قدرت چانه‌زنی خودش رو بالا ببره اینه که نشون بده که میتونه منطقه رو به آتش بکشونه اگر بخواد. آقای نوربخش، آیا این کارها، حالا میگم ایران نه خودش مسئولیت آرامکو رو پذیرفته، نه اینکه عربستان به قول شما هنوز نگفته که کار ایران باشه، ولی به هر حال بعضی کشورهای دیگه گفتن که کار ایران بوده، سلاح‌ها عربستان گفته از ایران بوده، آیا ایران این اگر که دخیل باشه این کارا رو میکنه برای اینکه دست بالا رو در مذاکره به دست بیاره؟ آیا فکر می‌کنید کمکش میکنه برای مذاکره؟ والا من با احترام با صحبت جناب مالک موافق نیستم، و دلیلش هم روشنه. دلیلش هم اینه که نظم جهانی در طول این 10 سال گذشته به شدت تغییر کرده، و کاری که آمریکا با صدام حسین تونست بکنه و بقیه بکنه چنین کاری امکان پذیر نیست در مورد ایران. الان نظم بین‌المللی به یه شکل دیگه کار میکنه. در آن زمان جهان در حقیقت یه قطبی بود به شکلی. امروز جهان چند قطبی شده به شکل‌های مختلف. اینه که اون گونه در حقیقت رفتار آمریکا رو اصلا نمیشه در ظرف زمان امروز ریخت. همه این بحثایی که میشد که ایران داره این کار رو انجام میده، شما فقط برای یک لحظه فکر بکنید که طرف مقابل، من عربستان سعودی نمیگم، الان اسرائیل داره مواضع ایران رو توی سوریه و مواضع هشت و شعبی رو توی عراق داره میزنه. ایران هم هیچ عکس عملی از خودش نمیتونه نشون بده. دلیلش هم خیلی مشخصه. دلیلش هم مشخصه به این تعبیر که اگه با اسرائیل جنگی رو ایران شروع بکنه، این جنگ به مرزهای ایران کشیده میشه و از این نگرانی در ایران وجود داره. شما برای یک لحظه فکر بکنید که جواب ایران داده بشه. جواب ایران وقتی داده میشه جواب فقط یه جا دو جا نیست. من با صحبت بزرگواری که از این دوستان موافق هستم، اگه جنگ درگیر بشه در خاورمیانه، دوستان فکر نکنن که ایران برنده این جنگه. ما در مقابل چندین کشور قرار میگیریم و اون در حقیقت تمام زیرساختای اقتصادی ما رو میزنن. اینه که هنوز ایران به اون نقطه نرسیده. هنوز بسیار در درون ایران فکر این رو نمی کنن که ایران به کجا میتونه برسه. هنوز میتونن در این عرصه جولان بدن، و متاسفانه این رو من اسمش میذارم توهم قدرت. ایران در توهم قدرت گیر کرده. جنگ با عراق چندین سال به اقتصاد ایران ضربه زد. یک جنگ دیگه در خاورمیانه با ایران به شدت به در حقیقت زیر ساختای ما ضربه میزنه، و همه این صحبت هایی که میشد که از ایران یا میترسن یا ایران در حقیقت کنترل داره یا ایران فلان داره، بسیاری از این مشکلات اون خاورمیانه، آقای خامنه ای این مشکلات جنگ نمیشه. محدودیت ما ببینید درون که ایران الان به درون دست روسیه، یعنی ما درون سوریه دیگه هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم و این کشور دست اونا قرار گرفته. اسپیلم ازش کاملا مشخص ده که اون نامحدود از این صحبت اون توهم، نه نمیدونم اون توهم چیه. تا به حال اگه جنگی هم در درون خاورمیانه نشده، من دلایلم رو خدمتون عرض کردم، ولیکن هرگز در این توهم نباید موند که جنگ در ایران در خاورمیانه شروع نمیشه. در حقیقت اقتصادش با چالش های بسیار از این طریق روبرو نخواهد کرد. آقای تفشی میفرمایند توهمه که جنگی نمیشه، با این وضعیت ممکنه جنگ بشه. ببینید، نه مردم ایران نه مسئولان ایرانی هیچ کدوم دنبال جنگ نیستند و من خودم خطر جنگ رو جدی نمیگیرم، ولی اگر جای مقامات ایرانی باشم این خطر رو همیشه جدی میگیرم. این واقعیتیه که جنگ نمیشه گفت هرگز اتفاق نخواهد افتاد. مسئله اینه که
سوء محاسباتی که همونطور که عرض کردم دو طرف دارن از همدیگه در این موضوع هم ادامه پیدا میکنه. برای مثال خدمتتون عرض میکنم، مرتب شما سالهاست خود شما و من از دوران کودکی شنیدیم که شیعیان 10-15% جمعیت دنیا هستن، عددی نیستن، کسی نیستن و قدرتی ندارن. ولی هیچ کس به من و شما نگفته تو مدرسه های ما و بچه های ما که این شیعیان در منطقه جنوب خلیج فارس و خلیج فارس اکثریت جمعیتی دارند، در اون منطقه اکثریت دارند. البته در آمارهای دروغی که سعودی و دیگران میگن همیشه کمتر گفته میشه، الان این داره خودش نشون میده. یعنی در جنگ یمن که سالها تحت ستم و سلطه و تجاوز پادشاهی سعودی بوده و قبلش هم عثمانی و دیگران، و در سوریه، در لبنان، در جای دیگه داره خوش نشون میده این مسئله. تصوراتی که دنیا داشته نسبت به امکان حضور ایران و امکان نفوذ ایران در اینجا همش غلط در اومده. در لبنان، در سوریه، من نه توهم دارم که ایران میتونه با همه دنیا بجنگه، نه علاقه دارم که این اتفاق بیفته با هیچ کشوری، و فکر میکنم که این به ضرر همه است، بیشتر به ضرر ایرانه، و با حرف جناب آقای نوربخش کاملا موافقم. ولی مسئله این است که طرف مقابل با این ابزار که اگر تخطی بکنه از اونش که ما میخوام پدرتو در میاریم وارد جنگ میشیم و نابودت میکنیم، همونطور که خانم کلینتون، هیلاری کلینتون توی یکی از سخنانشون رسما به نابودی ایران اشاره کرد و تهدید کرد به ابلیگیشن ایران در صحبت خودش وقتی وزیر خارجه بود، و آقای ترامپ و همینطور و دیگر مرتب صحبت از نابودی ایران میکنه. شما چاره جزی شما چاره ای ندارید. روندی که طی شده آیا ما رو به سمت جنگ نمیبره؟ به نظر من این روند محکومه که به سمت صلح بره. من یه مثال برای شما میذارم، باز دوباره برمیگردم به سوال شما. ببینید، در خیلی خلاصه میگم، عذر میخوام ازتون. ببینید، وقتی که آقای روحانی سفر اولش در امریکا رفت، آقای اوباما اصرار داشت با ایشون دیدار کنه و این دیدار صورت نگرفت. فقط به یک تلفن خط شد. چرا صورت نگرفت؟ من برای شما فاش میکنم. برای اینکه آقای روحانی از آقای اوباما خواست که بپذیره یک جمله رو، حق غنی سازی ایران در خاک خودش رو، و آقای اوباما پاسخش این بود که این آخرین چیزیه که آمریکا به ایران میده. این عین مکالمه رو دارم براتون نقل میکنم. من به شما عرض میکنم که ایران به دنبال گفتگو خواهد رفت، اگر هم الان نباشه بعداً خواهد رفت، منتها توی شرایطی که بتونه امتیاز بیشتری بگیره. در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم نه افکار عمومی نه حکومت دنبال مذاکره باشن به هر خفت و خاری. به همون ادبیاتی که متأسفانه آقای آرامش گفتن یونجو درفش، این ادبیات اگر ادامه پیدا کنه و توهین ملی به ایران بشه، طبیعتاً راهی برای مذاکره باقی نمیمونه. شرایط باید مهیا بشه. یه حداقل زمان آقای اوباما تحریم کارسازتر بود، برای اینکه دنیا با آقای اوباما بود، و ولی با گفتگوی مناسب و با یک کار دیپلماتیک جدی به یک مذاکره رسید و به یک تفاهمی رسید. حالا این خوب انجام شد. آقای آرامش، هم نظرشون میگم آقای آرامش خیلی کوتاه اگه بگید، بحث این هستش که آقای ترامپ در آمریکا الان دچار مشکلات داخلی زیادی هم هست. این روندی که الان طی شده با توجه به اون مسائلی که آقای ترامپ داره، آیا فکر میکنید که به سمت صلح میره یا جنگ؟ کوتاه اگه بشید. اگر جنگ بشه میگن ترامپ کرده که از مشکلات داخلیش کم کنه و مردم رو فریب بده، اگر جنگ نشه میگن که خب دیدی جرأت حمله نداشت. کلا این حرف هست. ببینید، خیلی بحث رو خلاصه کنم. برای ایالات متحده آمریکا تا موقعی که یک حکومت انقلابی و منطقه ستیز و با سر ستیز با دنیای بین الملل و بخصوص با نظم جهانی دارد مثل جمهوری اسلامی، همین آش هست همین کاسته. حالا مسئله هسته‌ای روز داغه، بعد از اون مسئله موشکیش و غیره و زالک. اگر جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای هم نداشت، اون به قول معروف فقط به خاطر وجودش در منطقه و به خاطر کارهایی که در منطقه میکنه در حالت شاخ به شاخ مستقیم هست با منافع ایالات متحده. میگم فقط مسئله هسته‌ای نیست. اگر اون هم نبود، تا موقعی که جمهوری اسلامی یک نظام انقلابی آمریکا ستیز و اسرائیل ستیز هست، همین آش هست و همین کاسه. دوم، بعضی موقع باکه پاش متاسفانه وقت ما تمام شد. آقای آرامش ممنونم از شما، آقای نوربخش، آقای آرامش، آقای صالح و آقای تفشی، متشکرم که به این برنامه تشریف آوردید، و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما ببینید، همینطور روی سایت یوتیوب، و میتونید پادکستش رو هم بشنوید، هم در تلگرام، هم اگر روی اپلیکیشن پادکستتون جستجو بکنید. شب روزتون خوش. We'll be right back.